سلام و درود به همه دوستان و همراهان عزیز. یورش ماموران به تجمع معترضان به انباشت زباله در سراوان رشت. نزدیک به 3 هفته پس از آغاز تجمع معترضان به دفن غیر بهداشتی زباله در جنگل‌های سراوان، ماموران یگان ویژه و نیروهای انتظامی روز پنجشنبه با یورش به این تجمع، شلیک گاز اشک‌آور و بازداشت چند تن از معترضان مسیر حمل زباله را باز کردند. کاربران و رسانه‌های محلی با انتشار تصاویر و ویدیوهایی خبر دادند با اینکه تجمع کنندگان با شاخه‌های گل به استقبال ده‌ها مأمور یگان ویژه امداد رفتند، اما آنها در فضای امنیتی اقدام به تیراندازی هوایی و شلیک گاز اشک‌آور کردند. مجید رسول‌زاده، معاون فرماندهی انتظامی گیلان، بازداشت چند نفر از معترضان را تأکید کرد و گفت بر اساس تصمیم شورای تامین استان، مسیر دفن زباله در جنگل‌های سراوان بازگشایی شد. مردم سراوان از ابتدای ماه رمضان با تجمع در کنار سایت دفن زباله در این شهر مانع ورود کامیون‌ها به این سایت شده بودند. با این حال ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که ماموران با یورش به معترضان این تجمع را پس از نزدیک به 3 هفته متفرق کرده اند. دیشب مردم قائم شهر خواب نداشتند. تیم فوتبال نساجی مازندران با برتری 1-0 مقابل آلومینیوم عراق برای نخستین بار فاتح جام حذفی فوتبال ایران شد. هواداران تیم فوتبال نساجی در شهر قائم شهر با حضور تو خیابان‌ها کسب نخستین جام قهرمانی برای فوتبال مازندران را جشن گرفتند. قائم شهری‌ها علاوه بر راه انداختن کاروان‌های خودرویی تو خیابان‌ها، در بعضی اوقات با ایجاد تجمع‌های هواداری و خوندن سرود ویژه هواداران نساجی به جشن و پایکوبی پرداختند. شهر مرد خطر زبانه
خاطر یار بوم من دل شهر چشینم الله چیزی افتخار بوم من روزی و راحت یار بوم من شهر 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 تو بخره دشمن دل تو بخره هوا تو پانی بابد و در سرک تو بخره سیاه سیاه کنم شور سمایی یا کنم شب نشینی با کنم دل جا بازی یا کنم شب نشینی با کنم دل جا بازی یا کنم قسم فرمتی سهره بشم انگر آرزو در جانم آدرم نبریم این آور قسم فرمتی سهره آقا درود به همه دوستان. ممنونم از اینکه این برنامه رو تماشا کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین با لایک ویدیو و سابسکرایب چنل از ما حمایت کنید.